سلام دوستان عزیز، کنار هم هستیم با درس پنجم از سطح A1-A1. امروز میخوایم با هم دیگه در مورد خانواده و فامیلی صحبت کنیم. معنی فامیلیه، خانواده من، فامیلی من. معنی کاری که میکنه این هستش که خانواده رو به من نسبت میده، پس خانواده من میشه معنی فامیلیه. خب خانواده تشکیل شده از پدر، مادر، بچه، همسر و یا اینکه پدر بزرگ، مادر بزرگ، همه اینها اعضای خانواده هستن. به عکس نگاه کنید. در این عکس من فامیلی خودم رو دارم نشون میدم. میگم This is my family. This is my family. همونطور که تو شکل میبینید یک پدر بزرگ و مادر بزرگ است و دوتا بچه و یه زن و یه مرد. This is my family. این خانواده من هستش. خب تو عکس بعدی دوتا بچه رو میبینید که داره در واقع خواهر و برادرش رو این پسر بزرگ نشون میده. Das sind meine Geschwister. Geschwister به معنی برادر و خواهر هست دوستان. داره میگه که اینها در واقع برادر و خواهر من هستن. پس meine Geschwister به معنی خواهر و برادرهای من. Das sind Das ist نمیگیم، اگه یه دونه بود میگفتیم ist، اما اینجا جمع هست، دوتا هستش، یه دختر یه پسر، پس دوتا هست، میشه Das sind هستند. Das sind meine Geschwister. Mein Bruder Jonas. Mein Bruder. Bruder دوستان یعنی برادر. Bruder برادر. Mein گفتیم به ما میچسبونه، میشه برادر من. Mein Bruder Jonas und یعنی و meine Schwester یعنی خواهر. Schwester خواهر. Meine Schwester برای زن mein نمیگیم، یه meine یه ای اضافه میشه. برای برادر که جنس مردونه یا مذکر بود میگیم mein Bruder meine Schwester. در حالت جمع هم شد meine Familie، یه ای اضافه شد، یا meine Geschwister، خواهرها و برادرهای من. پس میگیم Das sind meine Geschwister، اینها خواهرها و برادرهای من هستن. Mein Bruder Jonas und meine Schwester Sandra. Sandra خواهرم هستش. Meine Schwester خواهر من، زندقه هستش. خب بریم سراغ عکس بعدی. Das sind meine. الان اینجا یه مادر رو میبینیم که سه تا بچه داره، میخواد بگه که اینها بچه های من هستن. گفته میشه Das sind meine Kinder. Kinder یعنی بچه ها. Kind بچه، Kinder بچه ها. اینجا هم چون جمعه فعل ما نمیگیم Das ist نمیگیم، میگیم sind. در حالت جمع میگیم sind. Das sind meine Kinder. اینها بچه های من هستند. Das sind meine Kinder. اینها بچه های من هستند. Mein Sohn. میخوام بگم پسرم. Sohn یعنی پسر. میخوام بگم پسر من، میگم mein Sohn. گفتیم برای مرد یا پسر آرتیکلی که داره مذکر هستش mein به همون شکل نوشته میشه. اگه دختر بود میگفت meine. Mein Sohn Patrick. Mein Sohn Patrick. دوباره یه پسر کوچیک دیگه داره، میگه mein Sohn Jonas. پسرم یوناس. Und و meine Tochter. دختر میشه Tochter. دختر. Und و meine گفتیم ای اضافه میشه meine Tochter Sandra. پس اینجا مادر سه تا بچهش رو به ما معرفی کرد، گفتش Das sind meine چیم هستن؟ بچه هام هستن. Kinder.
Das sind meine Kinder. اینها بچه های من هستن. Mein Sohn Patrick. پسرم Patrick. Mein Sohn Jonas. پسرم Jonas. Und و meine Tochter. Tochter یعنی دختر. Sohn پسر. Meine Tochter Sandra. دخترم Sandra. خب. بریم عکس بعدی. اینجا دختر کوچیک خانواده میخواد پدر مادرش رو به ما معرفی کنه. بگه که پدر مادرم هستن. دوستان والدین یا پدر مادر میشه Eltern. Eltern والدین. پدر و مادر گفته میشه Eltern. Das sind meine Eltern. جمع هستن. پدر و مادر دوتان زیند استفاده شده. و گفتیم در حالت جمع هم ماین نمیگیم. یه ماینه. در زیند ماینه Eltern. Eltern والدینم. در زیند ماینه Eltern. اینها پدر مادرم هستن. والدینم هستن. ماینه موتا. اوند ماین فاتا. موتا یعنی مادر. مینه موتا. مادرم. اوند و مین فاتا. فاتا پدرم. کنار مین میشینه میشه مین فاتا پدر من. مادرم و پدرم. پس اینطور والدینش رو به ما معرفی کرد. Das sind meine Eltern. اونها والدین من هستن. مینه موتا. Und mein Vater. مادرم و پدرم. و اما عکس بعدی. تو عکس بعدی پسر کوچیکه که یونس بود میخواد به ما پدر بزرگ مادر بزرگش رو معرفی کنه. پدر بزرگ و مادر بزرگ با هم دیگه گفته میشه Großeltern. Groß دوستان یعنی بزرگ. ما خودمونم تو فارسی میگیم پدر بزرگ مادر بزرگ. اینجا هم مثل زبان فارسی قبل از Eltern یک گروس بذارید. Eltern پدر مادر بود. گروس که قبلش بیاد میشه پدر بزرگ و مادر بزرگ. والدین بزرگمون. گروس Eltern. Das sind meine Großeltern. Das sind meine Großeltern. اینها والدین بزرگم یا پدر بزرگ و مادر بزرگم هستن. Das sind meine Großeltern. Meine حالا میخوام بگم که مادر بزرگم. مادر بزرگ باز هم مثل فارسی میشه مادر بزرگ. مادر چی میشد؟ Mutter. Großmutter. Großmutter. به زبون عامیانه بیشتر اوما یا اومی هم گفته میشه. پس اگه میخواید به صورت مختصر بگید میگید ماین اوما. اما کتابیش میشه Großmutter. Großmutter و یا بگید اوما. بچه ها بیشتر تو آلمان میگن اومی. مادر بزرگم. خب ماین اوما. یا meine Großmutter مادر بزرگم با دست نشون میده بعد میگه und و mein حالا میخواد بگه پدر بزرگم. پدر چی بود؟ Vater. Großvater پدر بزرگم. Großvater پدر بزرگم که تو زبون عامیانه گفته میشه اوپا. کتابیش میشه Großvater یا بگید اوپا. Mein Opa یا Mein Großvater. پس فاتا پدر میشه که Großvater پدر بزرگ. پس پسر کوچیک خانواده اینطوری پدر بزرگ مادر بزرگش رو معرفی کرد. Das sind meine Großeltern. Meine Oma و یا Meine Großmutter und Mein Opa یا und Mein Großvater. پدر بزرگم مادر بزرگم. همینطور یه چیز دیگه هم یاد بگیرید. امکان داره بخواید خانم یا زنتون رو معرفی کنید. مثلا دسیز اسمش رو بگید. دسیز تینا. دسیز تینا. این تینا هستش. میگید زنم هستش. همسرم هست. میگید ماینه فراو.
meine Frau. Das ist Tina, meine Frau. همسرم، زنم، Frau یعنی خانوم. خانوم من، meine Frau. اگر بخواید همسرتون مرد رو شوهرتون رو معرفی کنید میگید مثلا Das ist Paul. Das ist Paul. Paul هستین. Mein Mann. من یعنی شوهر، مرد، مرد من. Mein Mann. Das ist Paul, mein Mann. Paul هستشین، همسر من و یا اینکه در واقع همون مرد من. من، مرد، Frau، خانوم. خب عزیزانم، مکالمه امروز رو دوباره تکرار بکنید با خودتون، کلمات جدید رو هم یادداشت بکنید، در طول روز اونها رو تمرین بکنید تا به راحتی یاد بگیرید. امیدوارم که این درسم براتون مفید بوده باشه عزیزانم. تا یک برنامه دیگه از سطح آیلتس، خدایا رو نگهدارتون.